سلام، به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین. فساد اداری و مالی متاسفانه به مسابه پدیده های ننگین ریشه های خود را به ژرفناهای نظام رسانیده است و لکه های ننگین را بر هویت ملی و بین المللی افغانستان وارد نموده است. هرچند از سال 2001 بدین سو با ایجاد ادارات عریض و طویل در راستای کاهش و یا ریشه‌کن کردن فساد اداری گام های شکلی برداشته شد، اما تأثیرات نسبی اقناع کننده را نیز در قبال نداشت. افغانستان در رده های اول و دوم و سوم و چهارم تا پنجم و ششم کشورهای فاسد جهان از لحاظ اداری است. این فساد در کدام سطح مطرح است؟ از بحران کابل بانگ تا کنون که بحث فساد در سطوح بلند مطرح است، غالبا نسبت داده میشه به حلقات تراز اول حکومت، کسانی که در اطراف رئیس جمهور کرزایی بودن، کسایی که در قاعده تصمیم گیری وجود داشت، قرار داشتن، اینها غالبا به فساد کلان دست پیدا کردن و اکثریتشان فراری است. هرچند مردم افغانستان بارها تاکید میکنند که پولها به شکل باران سرازیر شد به افغانستان و باید در چارچوب یک شفافیت این پولها در آدرس های مشخص باید هزینه میشد، چون فرصت های طلایی را ما داریم پشت سر میگذرانیم. ولی متاسفانه این پدیده ننگین ضمن این که این پولهای بادآورده را در چنگال حلقات معدود قرار داد، به برنامه های بنیادین نیز پرداخته نشد. در تازه ترین مورد روزنامه دیلی میل بریتانیایی در گزارش می نویسه که در واقع سرمایه های خانواده نزدیک برای جمهور پیشین نزدیک به 90 میلیارد پوند انگلیسی در دبی می شود. برای جمهور پیشین را امپراتور مالی دبی میپندارن. از طرف این مسائل از طرف خانواده رئیس جمهور پیشین رد میشه، اما فساد تنها با رئیس جمهور پیشین گره نخورده. فساد در اداره افغانستان از سطح رهبری، مدیریت تا پایینترین سطح متاسفانه گره خورده و این لکه ننگین هر ازگاه ننگ بر هویت افغانستان است. برای بس بیشتر اینجا در استودیو با من ادریس استانگزی آگاه امور سیاسی، سید حامد دقیق آگاه امور سیاسی و ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت. تشکر از حضورتان. نخستین پرسش با شما، از دید شما چرا افغانستان با فساد تا این دم گره خورده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جواب بسیار کوتاهی هست که کسایی که در رأس حکومت قرار دارن خودشان ملوث به فساد هستن. مشخص چه کسایی مثلا در غرق فساد است و نظارت شما چی را نشان میده؟ اگه مشخص تر امشب شما به صراحت به کامرای ما صحبت بکنین کی هاست مشخص؟ در کلیت همیشه این بحث ها مطرح میشه. در نظام افغانستان شما رهبری سیاسی حکومت را دارین، وزرا را دارین و پارلمان افغانستان است، بر علاوه قوی قضایی افغانستان. پژوهش های دیدبان شفافیت افغانستان نشان میده که همه این سکتورهای ارگان های اساسی دولت ملوث به فساد هستند. به این فساد بحث فساد کوچک نیست که در سطوح پایین وجود داشته باشه، در بلندترین سطوح از حکومت فساد وجود داره. وقتی که ما فساد میگین، بر مبنای کدام تحقیق، چه گونه شما تحقیق کردین به این آمار دست پیدا کردین؟ دقیقاً دیدبان شفافیت افغانستان هر دو سال سروی ملی فساد را انجام میده. ما سال 2007 شروع کردیم و در سال 2016 در سروی شما چه قسمت است؟ دقیقاً میکانیزم سروی ما همه ولایات افغانستان و ولسوالی های افغانستان رو پوشش میدیم و بر مبنای از او سنجش میکنیم که مردم افغانستان در مورد فاسدترین نهادها، در مورد حجم فسادی که در افغانستان وجود داره برای ما میگن. معمولاً سمپل سروی ما یا همون نمونه سروی ما 7800 نفر در سال گذشته بوده. در سالهای قبل هم در اطراف همین نمونه گیری بوده. یافته های شما در مورد رئیس جمهور پیشین چیست؟ آنچه که به صورت سریع میتونیم بگیم، در حکومت قبلی بحث تضاد منافع، مالکین زینف، این دو مسئله در این حکومت وجود نداشت. میشه من بیشتر توضیح بدم که خود از اینا، خود تضاد منافع یکی از انواع فساد هست. ارتباط داشتن یا مالکیت زینف یا مالکیت اصلی یا به اصطلاح بنفیشال اونرشپ برای شرکت ها و مؤسسات که در داخل دولت وجود داشته باشه، در داخل کشور وجود داشته باشه، شما ارتباط زینف که با اینا داشته باشیم، این هم فساد هست. با این دو مسئله شما اگه به سراغ حکومت قبلی و همچنان حکومت فعلی برین، بله، شما میتونیم نمونه های
این تضاد منافع و مالکیت نتیجه کار شما در این امر چیست؟ مشخص وقتی شما تضاد منافع را فساد میگن، استفاده سوء از صلاحیت، عدم استفاده از صلاحیت یا بر تجاوز از صلاحیت یا در واقع استفاده از موقفهای رسمی را و تقسیم ناخردمندانه قدرت مبتنی بر حلقات شخصی، این ما فساد تعریف بکنیم. پس این فساد را رده های کلان کرده، مشخص شما افراد را گفتم میتونید که چه افراد در کدام فساد کلان دخل داره؟ در بحث تضاد منافع، وقتی که تضاد منافع به این معنا است که شما وقتی که امور سیاسی مملکت را مدیریت میکنین، کسی که مربوط به فامیل شما هست نمیتونه با این حکومت مبادله و خرید و فروش بکنه. اما در حکومت قبلی به صورت سریع مسئله وجود داشت. اگر برادر معاون بود، برادر دیگه شهرک داشت، توسط معاون حمایت میشد. اگر برادر رئیس جمهور بود، برادر دیگه شهرک داشت و قراردادهای کلان باید از اونجا بیرون میشد. و امروز هم قراردادهای کلان به افراد مشخصه که شما میتونین در میز ما هم میدونیم به افراد مشخص ارتباط میگیره. خب نقش شما چیست؟ مشخص چی کردین؟ دقیقاً آقای محمود، امید چیزی هست که ما به نام تضاد منافع یاد میکنیم. در مورد دو چیز مشخص در حکومت قبلی میخوایم اشاره بکنم. قراردادهای معادن، شما بزرگترین قراردادهای معادن افغانستان دیدبان شفافیت پژوهش به اسم چپاولگران امید انجام دادن و 5 معدن بزرگ افغانستان ما رفتن دیدین که پروسای تدارکاتی و ای که بالاخره مالکین زینف از اینا، شرکت هایی که در پشت این قراردادها هستن کیا هستن. مهمترینش که چند هفته پیش لغو شد، مربوط به سمنت قوری و زغال سنگ کرکر و دودکش در ولایت بغلان هست و مربوط به فامیل شخص اول حکومت در رژیم قبلی بود. شما بحث مشخص مربوط به کی بود؟ مربوط به یکی از اعضای فامیل رئیس جمهور قبلی. مشخص کی؟ مربوط به یکی از اعضای فامیل رئیس جمهور قبلی. میتونی نام ببرین؟ همچنان قراردادهای مالی که در حکومت قبلی وجود داشت، بله. شما هم همچنان اونا رو هم ببینین، مربوط به تنها بحث رئیس جمهور قبلی هم. شما این تا یک گزارش پخش نکردین که مردم هم میدونن. شما امروز هم از اون فساد پیشه ها نام نمیبرین، چرا چنین میکنین؟ دقیقاً شما این گزارش خوشبختانه نشده، در زمان تصدی آقای صبا بود در وزارت معادن افغانستان که نشد و ای فکر کنم کسایی که علاقمند گزارش بودن به گوششان رسیده. بحث ما چی هست؟ این هست که شما هم در بحث تضاد منافع، هم در بحث مالکیت زینف در حکومت قبلی این معیار نبوده و این به صورت سریع گسترده و متاسفانه میتونیم بگیم بیشرمانه در حکومت قبلی وجود داشت. تشکر. شغله دقیق استاس پاند. زین کسان ویچ دی آمد کرزی پر کورانه باندی دا تور سیاسی تورو ندی او دی کلچه امریکا سر موزی گیری که شاید دا مسائل مطرحشی. او زین دوستان پدی فکر دی چه رختیا دی ولسمشر رونه دی افغانستان پر لوی فساد که دوب و او فساد کرده پر افغانستان که تاسو پدی اربان سنظر لره. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې تاسو ته ستاسو درنو مېلمنو او لیدونکو ته سلامونه کوي هیله وړاندې کوم. ګورې، یوازې د کرزي صاحب کورنۍ دا سیاسي موضوع نه ده چې اوس د امریکایانو سره د دوی روابط خراب شوي اوسي او دا یو لړ سیاسي یا شخصیت کشي اوسي یا دا پرته له شکه ټول خلک په ده خبر دي. د کابل بانک قضیه وړه قضیه نه وه، محمود کرزی نوم در تخته محمود کرزی پکې ډوب وو، رئیس جمهور ورور وو، حسین فهیم پکې ډوب وو، د مارشال محمد قسیم فهیم ورور وو، بله دوه، بله وو، داوی صاحب پکې وو، عبدالغفار داوی پکې وو. اما داوی څوم د مخې خوشیس صحیح دی، یو ورته مستقیم وی ورسره پلچرخی ته، بله، دغه ځنه بیرته خوشی، بله، عبدالغفار داوی پکې شامل وو، شیرخان فرنود پکې وو. دوه کسان زندانی دي دغه پروندې په اړوند کړه. هغه زندان هم داسې یو زندان نه دی چې هغه زندان وي. میمان خانه دی؟ نه، میمان خانه هم نه دی، مجلل قصر دی. مجلل قصر غوندې جوړ شوی. نو ولې د کابل بانک پیسې د خلکو پیسې وي؟ یو معتمد بانک و بانک خراب شه، د افغانستان بانکی نظام ته لوی لطمه وارد شو او ځینې تښتېدلې دي او ځینې کسان په مجلل قصرونو کې د بندي تر نوم لاندې ژوند کوي. هغه تر نامه لاندې بالکل، بله. نو دا څه رقم وضعیت دی؟ خو دا خو هغه سیاسي ملحوظات پکې ول په هغه وخت کې اعمال نفوذ شوی دی، اعمال فشار شوی دی، اعمال سیاست شوی دی. او دغه کسان هم چې اوس پاتې دي، دوی هم هماغه څه پیسې چې اوس د ځان سره لري، زه فکر نه کوم چې دا به ټول مفلس وي که به افلاس وړاندې کړی وي سره محکمې ته، چې په هغه کې هغه دوه کسه چې پاتې دي د
کابل بانک غسلی سهمداران چول چې بشیر خان فرمودی او بل خلیل فیروزی دوی کس دو کس از فکر کوم چې امده پیسو په اساس باندې چې تر اوسه ما کوم سرمایه چې دوی لري او د نور کسان شغله محمود کرزی او د دې پشان نور شغله اسین دوی ولی د قانون منګلوتن راځي یې به درې جمهور ورو بل د ماون رئیس اوس خونه دی اوس رئیس جمهور نه دی او دوی د کابل پان د خلکو پیسې دوی اختلاس کړی دي کنه د خلکو پیسې ولی د حکومت ولسمشر غنی کله چراغ اولین دوسیه چې وازه کړ د کابل بانک دوسیه و نتیجه نتیجه دوی نلری دا دغه حکومت خپلم دا اوس په فساد کې ډوب دی په بل ورځ بستاسو پیاد وي رئیس جمهور خپل د فساد په وړاندې د مبارزې په کنفرانس کې وایي چې وزارت داخله د فساد زړه یا قلب دی ورور نو چې کله دوی خپله ډوبي دوی کله کولی شي داسې یو قضیه نو فساد په افغانستان کې یو شعار دی نه عمل بالکل پرته له شکه قصد او اراده خو کې نشته دا خو ګوري د راس نه شروع شوی دی قاعدې تراسي دا اول نه شروع شوی دی دغه اوس تدارکات ملي کې په ډېر سیستماتیک شکل باندې پیسې غلا کوي ډېر سیستماتیک غلا روانه ده اول ته بیا پی باندې چې وابه زه خو لا افتخار پی کوم ډېر سپما مې پکې کړې ده څه سپما دې پکې کړې ده ټول هغه شرکتونه بلاک لیست کړې دي چې دوی په خوا کار کړی دي ټول یې غلا نیولې دي خپل ورځ ډېر په سر لوړې باندې هغه کوي نشرایي هم چې د سلو شرکتونو نه ډېر موږ بلاک لیست کړی دي په تور لیست هم ورځولې په هغه سلو کې کېدای شي شپېته او یا حتی غلې وي حداقل ډېر نور پرې غلا نه دي وروره ولې هلته یو سیستماتیک غلا روانه ده دغه اوس قراردادونه هغو چاو ته ورکول کېږي چې هغه د رئیس جمهور ډېر نږدې کسان دي ډېر نږدې کسان اجمل غني څوک دی وراره دی وراره یا د تره زوی دی نه وراره نه دی د تره زوی دی د دارلمان قصر قرارداد په کوم اساس ورکړی دی زه د ډاکټر اشرف غني په کمپاین کې وم زه ورسره ناست وم چې هره ورځ تاسو ولیده چې ما یعنی په هغه وخت کې رئیس جمهور شوی نه و چې ما خپل فامیل هر غړي ته کوم امتیاز ورکړی و ما د غاړې نه ونیسئ تاسو اوس څه ګورئ آیا رشته ښاغلی اشرف غني په فساد کې ډوب دی او د خپل فامیل ته یوازې فامیل ته امتیاز ورکوي نو نه دی ستاسو په اند یوازې فامیل نه دی ملګري هم دی یعنی دای په خپله ولسمشر په فساد کې ډوب دی ښاغلی اشرف غني بله بله تشکر ښاغلی سانګزی راځئ چې په ښکاره توګه خبرې وکړو ستاسو په اند رشته فساد په افغانستان کې یو شعار دی یا نه د فساد پر وړاندې اراده موجوده ده خو ناتوانی ده منن ویستشتن طالب په نامه استاذ معزز ملمنو په اجازه بلا شک افغانستان مخکنه حکومت او وسنۍ حکومت په فساد کې ډوب دی اما دلته فساد ته زمينه سازي وس زمينه سازي د بن له کنفرانس خدي خوته وس دغه د افغانستان حکومت د واک ویشل د قومونو پر اساس بیا د حزبونو پر اساس بیا د ټوپکمارو پر اساس جنګسالارانو پر اساس د خپل فساد چې امریکایان دې بنیاد کښې شوی دا هغه وروسته بیا هغه کمې پیسې کوم مصرف چې پټیګان یې په مختلفو ولایاتو کول او دوی خلکو د خپله پیسې ورکول بې له دې چې مثلا حکومت پر هغوی نظارت وکړي یا حکومت پر هغوی واک ولري دا خپله فساد و مثلا په قندار کې دوی د قندار لپاره تر سل میلیون ډالر زیاتې پیسې درلودل د برق لپاره مګر دوی وویل چې موږ تاسو ته برق نه جوړو دالې بند کې جوړ کړی وای تر هلمنده پورې برق ورکولی سوی وایي تاسو جنریټران رانیسئ دا هغه وخت اداره ورته ویل وایي موږ جنریټران څه کړو موږ د اساسي برق را جوړ کړو وایي که غواړي دغه دی که نه غواړي دغه هم نه درکړو یعنی دوی له اول سره دوی اراده دلته دا و چې دوی خپل ستراتیژیک اهداف د افغانستان لپاره هغوی د افغانستان د ملي منافعو لپاره د افغانستان د بنیادي بازسازي لپاره دوی نه دي راخلي پرته له شکه هغوی ځان ته موخې لري اهداف لري که تاسو هم یو بل هیواد واوسئ یو چېرته راځئ د بل چا لپاره نه راځئ په دې موږ هم پوهیږو ښاغلی سانګزی چې دوی د خپلو موخو لپاره افغانستان ته راغلي دي او ستراتیژیک ګیم په افغانستان کې روان دی د موږ نقص څه دی په دې ګیم کې د موږ نقص دا دی چې بدبختانه موږ د دوی په لاسولو بیژو موږ د دوی غلامان یو د دوی دخوا موږ ته رئیس جمهوران مقرری چې تاسو وګورئ 9 میلیونه انسانان وزي رایه ورکوي د 9 میلیون انسانانو افغانانو امنیت په خطر کې و ګوتې ځینې پرې سو زموږ سرتیری شهیدان سو اما د 9 میلیون انسانان یا د 10 میلیون انسانانو رایه نه منل کېږي اما د جانګیري فیصله بیا منل کېږي دا په دې معنا چې موږ خپله ګورې بېله شکه چې خارجیان دلته خپل ملي منافع لپاره دی اما موږ خو خپل ملي منافع لرو موږ کولی شو چې مذاکرات وکړو یعنې دا نه دی چې خارجیان یوازې په افغانستان کې لرو یا نه موږ اخیستل شوي غلامان یو
بدبختانه دا ظرفیت په حکومتونو کې نسته. او ولسونه موبیده دی که چیرې ولسونه ویښ وی بیا د حکومت یې له غاړې نیول چې ته د 14 کاله دلته خارجیان سته د افرادګري پر ضد باندې مبارزه کې خو افرادګري ورځ تر بلې ډیریږي، د فساد پر ضد مبارزه کې فساد ورځ تر بلې ډیریږي، د جنګ پر ضد مبارزه کې جنګ ورځ تر بلې ډیریږي. د دې لامل څه دی؟ تر کله به موږ چوبه سوختي، تر کله به د امریکا او د روس په جګړه کې د کله د اداري فساد په نوم مرو، کله د سولې په نوم مرو، کله د طالب په نوم مرو، کله د داعش په نوم مرو. دا هغه پوښتنې دي چې باید حکومت او رعیت دواړه وکړي، چې بدبختانه حکومت مو په هغه سطح نه دی چې ځکه دوی خپله په قراردادونو کې په فساد کې په پیسو کې دا ټول ډوب دی او ولس هم په داسې یو حالت کې دی. من آقای تیموری، اگر به خاطر داشته باشین رئیس جمهور غنی در روز تحلیف گفت اگر تا کنون فساد شده بعد از این فساد نخواهد شد. اینجا آقای دقیق گفت که رئیس جمهور غنی خود یکی از شخصیت های است که در فساد غرق است و خانوادهش بزرگترین و رفیقاش بزرگترین فساد را در این کشور انجام میده. پس از کی باید گله کرد و به کی باید گریست؟ شما هم دیدبان شفافیت هستین، شما هم جز پخش گزارش کار نمیکنین و نام افراد هم شما مشخص نمیکنین، چی باید کرد؟ در حکومت فعلی فکر کنم میشه که روحای دگی یه سکر هم ببینین مشخص و بعض یک سلسله کارهای شده که شما اگر با حکومت قبلی اینا را مقایسه بکنین، مثلا ما من حیث یک نهاد مدنی که این کار را دنبال میکنین امیدوار کننده هست، با وجودی که ممکنه یک قسمت بسیار کوچک از کار باشه. اما شما فراموش نکنید که دست دستگاه های عدلی و قضایی افغانستان در امر مبارزه با فساد خود نه تنهایی که اینا مبارزه کرده نمیتونه، بلکه بارها شما شنیدین که خود دستگاه عدلی و قضایی در فساد غرق است. من به تایید حرف اینا شما غرق باشه، پس یک نهاد مدنی چی میکنه؟ درست به تایید حرف شما میخوایم بگم که پژوهش های ما نشان میده که نهادهای عدلی و قضایی فاسدترین نهادها در حکومت هستن. از کی باید انتظار کرد؟ دقیقاً. اما ما درک ما و کاری که ما میکنیم و کاری که دنبال میکنیم یک چیزهای در این حکومت اتفاق میفته که اگر شما یعنی یک چیزهای متناقض ما از این حکومت میبینیم. فکر کنم مسئولانه نباشه که بی حکومت رو بگین این حکومت از ریشه و درون فاسد هست، هیچ اراده برای مبارزه علی فساد وجود نداره. بله. به خاطر چی حرف میگم؟ به خاطر اینکه یک سلسله کارهایی میشه که بیانگر این هست که این حکومت میخواد به یک سلسله سنگهای اولیه کار مبارزه علی فساد رو بگذاره. من میخوام به یک نمونه اشاره بکنم. ما در حکومت قبلی دادخواهی زیاد کردیم که شما یک ساختار رو بسازن که قضایای بزرگ فساد اداری رو بررسی بکنه. بله. حکومت قبلی حتی حاضر نبودن به گوش بکنن. اما در حکومت فعلی ما یک سال پیش مرکز عدلی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری را تأسیس شد در این حکومت. با همه ملاحظاتی که در مورد از این مرکز وجود داره، شما در این مرکز معاون وزیر داخله را در اونجا محاکمه کردین. تا حال 4-5 جنرال در اونجا محاکمه شده. اما فساد فراتر از این حرفاست. کاملا. وقتی دستگاه عدلی و قضایی افغانستان در حقیقت به اساس پژوهش شما که اشاره کردین غرق در فساد باشه، چو کفر از کعبه برخیزد کجا باند مسلمانی، پس ده. این سازمان اضافی که شما در قانون اساسی افغانستان هم تسجیل نیست، در قانون اساسی افغانستان بر مبنای ماده 112 فقط به قضایا سر محکمه افغانستان بجز از محکمه عسکری، محاکم خاص که در ماده 78، ماده 127 و ماده 69 بر رئیس جمهور پیش بینی شده، دیگه محاکم جا نداره. وقتی این محاکم معنای خود را از دست میده، این محاکم چی معنا میده؟ من امیدوار هستم وقتی که دست فاسد دین را یک نهاد میگیره، مواد قانونی را علیهش ما آلن اساسین. ما این را میخواییم چرا نهادهای خود ما تقویه نمیشه؟ دقیقا. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ملوث به فساد و غرق در فساد هست. اما وقتی که شما بسیار به جزئیات مسئله بریم، شما یک جزیره های از امانتداری را در داخل از این نهادها میتونیم پیدا بکنیم و در بیشتر از نهادهای حکومتی میتونیم پیدا بکنین و شما چگونه از این جزایر استفاده میکنین، ای به اراده سیاسی دولت و به هوشیاری کسایی که این کارا را مدیریت میکنن برمیگرده. بر اساس همین و خوشبختانه مرکز عدلی مبارزه علی فساد اداری یک نهاد نیست، یک جای است که در او قضات خود استرمکم اونا را معرفی کردن، سارنوالا خود لوی سارنوال اونا را معرفی کرده و ریاست جرایم سنگین که قبلا وجود داشت، اینا آمدن
و مندیتشان دادن که شما قضایای بزرگ فساد اداری را که بیشتر از 5 میلیون افغانی یا مقامات عالی رتبه دولتی باشه بررسی بکنه. تا کنون یک وزیر مشخص کردن در پس میله های زندان شما دیدین؟ شما یک معاون وزیر دارین که در پس وزیر مشخص. نه خیر. آیا کدام وکیل پارلمان تا بالا مشخص شده؟ رئیس شورای ولایتی یک از ولایت شده. خیلی تشکر به شما. برمیگردیم همین نکته را اجازه بفرمایید با آقای دقیق مطرح بکنیم. شغله دقیق موش پیوات که به قانون اساسی که مراجع لرو عدلی مراجع او قضایی مراجع تا سمخ که شجاعانه دزین و فاسدین و کسان و نمونه واخیسته، آیا دغه مرجع چه قانون اساسی که ام جایگاه نلری کنه دا مرجع خدای او کموگ اغا عدلی و قضایی تقویه کو شفافی که او دغه کسان ترلاس و نیسو او رای بود؟ از با دریو امچه تیموری صاحبم پی پی پوشی. در افغانستان خصوصا در حکومت فعلی در مجموع قوانین به خصوص قانون اساسی به صراحت تام نقص میشه، نمیتونه یک بورد عدلی قضایی، یک ساختار تحت نام بورد عدلی قضایی مبارزه با فساد اداری جایگاه محاکم خاصه که برای محاکم وزرا و یا اراکین بلند رتبه دولتی تشکیل میشه او را بگیره. قضاوت اساسی رئیس جمهور و وزرا بله. بله بله بله. کسانی که در کل یا وزرا هستند یا کسانی که بله. بالفرض مثلا قضاوت یا وکلای پارلمان کسانی که مسئولیت دارند که برای اونها محاکم خاص در قوانین پیش بینی شده. ولی بدون شک قوانین نقض میشه، تمام موارد سلیقوی پیش میره و کسی هم اینو براتون به اطمینان خاطر میگم که بلا هر وزیری که اگر از کابینه فعلی یا از کابینه قبلی اتهام برش وارد باشه و سارنولی تکمیل کرده باشه دوسیه‌ش، هنوز در یک محکمه ایجاد نشده که برش بتکه کور محاکمه بکنه. و اگر شوم بر ملحوظات سیاسی، هیچ یک وزیر اینجا هیچ وزیر نامده که بدون پشتیبانی سیاسی باشه. شما در افغانستان یک وزیر بفرمایید بر من نشان بدین داخلی و خارجی متاسفانه. بله موافق هستم باشه. بله. خب یا داخلی یا خارجی، خارجیش از بد بدتر است. اگر موضوع میره به حدی که اتهام وارد هست، مدارک شواهد مستندات و قرائن همه موجود هست و ثابت میشه که جرم، یعنی عنصر مادی جرم عملا تحقق پیدا کرده، باز هم کسی هنوز نمحکمه شده بیره ما برتون تحقق میکنه که محکمه هم نمیشه. پس در چنین فضای ببینین من بسیار حرف میخوام. وزیر مالی مملکت با صراحت اعلان میکنه وقتی که اکادمی عواید گمرکات را اینا افتتاح میکنن، با صراحت میگه که هر رئیس گمرک وزارت مالیه در بدل $100,000 آمریکایی تقرر حاصل میکنه و ماهانه از $20,000 to $80,000 اینا پرداخت میکنن. یست توسط کی میشه؟ توسط وزیر و رئیس جمهور بدون شک. بله. ما امیر میخواستم از شما هم بشنوم ببینید. بله. اجازه بدید. وزیر مالیه پیشنهاد میکنه، در یک پیشنهاد بسیار طویل و مقام رئیس جمهوری نوشته میکنه که احمد رئیس گمرک اینجا، محمود رئیس گمرک اینجا، کسایی که حتی در بیانشون کسایی که یک روز هم ماموریت نکردن حکومت ما با اداره کار کردیم. بله. با اینی ماش با اینی حقوق امتیازات منظوریشم رئیس جمهور منظوریش رئیس جمهور میته. جالب کجاست؟ رئیس اداره امور زیرش نوشته میکنه یا رئیس دفتر که آل اردوشکی است، نشته میکنه که حکمی که مستقیم از مقام گرفته شده از مقام عالی، حکم مستقیم است. حکمی که مستقیم از مقام عالی رئیس جمهوری گرفته شده ثبت و بعد ثبت ابلاغ گردد. ببینید به این معناست دیگه که خیر جناب وزیر مالیه $1,000,000 خودت میگیری. یک دوم ماهانه از اون 20 یا 80 هزار دلار حساب کنیم این سال سالانه بالغ بر وزارت مالیه در این بخشا بالغ مشخص به 3.7 میلیون دلار میشه. مشخصا در مرکز وزارت مالیه بیشتر از 26 رئیس هست، ولی در ولایات اگر اشتباه نکنم چون اینا تشکیل دهنده زدن 18 گمرک داره وزارت مالیه. بله. و مستوفیت ها در 34 ولایت هست. پس در مجموع ما 100 اگر تخمینی بگوییم 100 رئیس تقریبا بیشتر از صد رئیس به پیشنهاد مستقیم وزیر $1,000,000 شما اشاره کردین. $1,000,000 شانو بخش گمرکات چه گفتن؟ بله گمرکات و به منظور رئیس جمهور. پس این یک فساد آفتابیست بدون شب دکر رئیس جمهور هم میفهمه وزیر هم میفهمه. بله زیبا ما برهن است. این پولا به کجا میره از نظر شما؟ شما دو اداره کار کردین. این وزیر سب ماله جواب بده دکر. خودش میگه که پول گرفته میشه. وقتی که پول گرفته میشه
خودش به صراحت اونجا اقرار میکنه مقر هست. خودش جواب داد که پول کجا میره؟ در پهلوی زو، پولی که از مشترکین مخابراتی گرفته میشه. عمل 70% پول چند قبل از اینمی میز ما با سرپرست وزارت مخابرات تکنولوژی فعلی ما بحث داشتم، خودشان به زبان خود اقرار کردن که 70% پول از اینمی ملت وقتی که از کارت های موبایل گشتانده میشه این پول به جیب افراد اشخاص میره، مسئولیتش هم وزارت مالیه داره. چی رقم پرز بافزاده داریس برادر؟ این ملت چرا در قبال از استاد نمیشه؟ من شغل سرنگزایی غلاب وزارت مالیه که په نور وزارتونو کې چې مخکې ورته اشاره وشو په ځانګړې توګه په دې بس کې شغل شغل دقیق وزارت مالیه ته اشاره وکړه، لکه لمر غوندې غلا په دې وزارت کې لیدل کیږي او پخپله وزیر تر ولسمشره پورې دا مسله مطرح دی او مشخص دي چې څوک باید څو روپۍ ورکړي میاشت په میاشت رب په رب چا ته یې ورکړي او دا پیسې چیرته ځي. نو دا مبارزه د فساد چا سره چیرته تا دیو دغه وادي وزوان پتوګه آیا مایوسی کنه دغه وضعیت نه؟ ولا زه فکر کوم چې د وزوان په صفت مایوسی باید ونه کوم، اما مبارزه باید وکړو. حالات سخت بدبختانه په فساد کې ډوب دي. تاسو اصلا د وزارت مالی ول یا د وزارت دفاع یا بل نهاد فساد اصلا له ارګ څخه او مستقیم له ولسمشر غنی څخه په افغانستان کې شروع کیږي. خو ځکه دغه لاس پر وزیر مالیه پروت دی، لاس پر اکرم خلواک پروت دی چې قمندانان هم په څلور پنځه لکه قمنداني خرڅي، په څلور پنځه لکه ولایتونه خرڅي، دغه لاس بیا پر والیانو پروت دی. ګورې د میدان وردګو د والي په اړه ځوانانو ټول ثبوتونه وویستل، اما ایس هم منه سو. ولې ولسمشر خبر سو، اکرم خلواک خبر سو؟ ځکه چې پیسې ځینې اخیستل سوي. یو ولد تاسو په دوه درې لکه ډالر خرڅوي، بیا هغه ولي بیچاره خو نو غریب دی، مجبور دی چې دا دوه درې لکه ډالر یو پنځه شپږ لکه ډالر ته واډوي که وانړي. اجمل غني د غریبي مې اوس ونه خدا خو نو بزنس دی نه، دا خو تجارت دی. تاسو خبریالي کوي حلال رزق اخلي، زه مزدوري کوم، دوی یو ځای موسکی کار کوي، د دوی خو نو حلال رزق زړه نه کیږي نه، هغه ته هغه خوند ورکړي. دوی خو باید په میلیونونو په لکونو ډالره وګټي او هغه په دې رقم نه ګټل کیږي چې ما ورته یې ګټو. هغه لپاره دوی باید فساد وکړي، هغه لپاره دوی باید انتحاریان افغانستان ته راوړي، هغه لپاره دوی باید غلامان سي، دوی باید جاسوسان سي، دوی باید په کل کې وطن خرڅ کړي. ته تاسو وګورئ اجمل غني، سیما غني په هر کې چې څه قراردادونه اخلي په کوم اساس؟ تاسو تدارکات ملي وګورئ، دغه ټول د تدارکات چې د وزارتونو دي، دا ټول ولسمشر خپل په اختیار کې اخیستي دي. د چش لپاره یو پلا چې دی وزیر د مالیه و قرضې تول چې دا باید وزارت مالیه کې لاغه وروسته چې بیرته ارته راغلی وی دا دي دلته څلور ویشت ساعته دی تدارکات ملي دی. ولې د وطن په سیاست کې او سر قمندان اعلی او سر قمندان اعلی هغه خو فقط په نوم دی د سر قمندان په اعلی کې کاش کې دوغونه کار کړی وای، لکه ځان دي چې په اقتصادي بخش کې غلاوې کړې دي. ګوري ولسمشر غني دا ویلي وای زه سیاسي کورنۍ نه لرم، اما ولسمشر غني اقتصادي کورنۍ لري، ولسمشر غني د غلو کورنۍ لري چې هغوی دلته راځي. دغه تاسو هر قرارداد چې تر لس میلیونو افغانیو پورته اوړي، دلته په دوبۍ کې په عربو کې 15% کمیشن ځینې اخیستل کیږي، بیا تاسو هغه قرارداد درکول کیږي. په دې باندې دوی ټول خبر دي. زه تاسو ته یو بل شی اشاره کوم، دا ډېر مهم دی. ګوري دغه نهادونه که هغه حقوق بشر دي که ملل متحد دي که دا نور نهاده، پر دوی باندې تاسو قطعا باور مکوئ، دوی سلیقوي او سیاسي برخورد کوي. تاسو مثلا نوګورئ کله چې 400 بستر باندې حمله کیږي، زما څلور کلن ماشوم حلالی شي، کله چې قلوردو باندې حمله کیږي، پر لمانځه باندې زما سربازان په شهادت رسیږي، حقوق بشر ملل متحد او نور نهادونه ټول چپ دي، پروا نه کوي. اما کله چې جنرال لازق خپل د خاورې څخه دفاع کوي د پاکستان په مقابل کې، دغه پر ضد باندې بیا راپور نشریږي چې دای بندیان شکنجه کوي، یا شه پاکستانیان داعشیان طالبان ما ته را روان دي د پیکاو راکټ سره، زه دېخوا ګلان سره ځم چې ستا حقوق تر پښو لاندې نه سي. زما په معروف ولسوالۍ کې زخمي پروت دی عسکر، زه په یو میاشت دا توان نه لرم چې قندار ښار ته ورسوم، او دلته دوی وایي چې ته به بندي له معروف څخه په دوه اویا ساعته کې سارنوالي ته رسئ. هغه سارنوالي چې بیرته د پیسو په بدل کې چې هر یوې که داعشي که طالبي که وطن خرڅوونکي بیرته د شلو دېرش زرو ډالر په بدل کې دوی بیرته معامله کوي. نو زه دغه نهادون ته وایم چې تاسو د افغانستان د خلکو د دفاع او د هغوی د حقوقو او د ملي منافعو په نوم پروژې اخلي، ماشونه اخلي، نو خو د افغانستان د خلکو څخه دفاع وکړئ. کله چې زه طالب دامام داعش دامام یا د هغوی پر ضد باندې قاطع دریز نیسیم، بیا حقوق بشر را پورته سي، اتحادیه د اروپا را پورته سي، سفارت د امریکا را پورته سي، بیا په دې مسایل کې ډېر ډېر تکړه یې. مثلا تاسو وګورئ دیشتی موضوع اتحادیه اروپا و سفارت امریکا و ملل متحد حقوق بشر ته تر ټولو ډیر مهمه موضوع خود واوري قندس سقوط کې څوک پلاک جاغم باسي چی شي؟ ځکه چې هلته دیشتی په موضوع کې ولسمشر غني و جنرال دوستم سره لویدی، بیا نو هلته د پښتون د تاجک جګړه و او په قومي نفاق کې خارجان خپل ګټې پالي.
پر دې باندې ټول پویږو. نو دا هدون ته موږ باید ډېر واضح پیام دا ورسو که چیرې تاسو د افغانستان د خلکو سره یاست نو د افغانستان د خلکو د حقوقو دفاع وکړي، او که نه یاست بیا زموږ د دښمن د موقف سره یو ځای موقف نیسي، بیا دوی هم باید د دښمن په قطار کې حساب شي. د خبرونه په دې دمه کې لنډه دمه ډېر ژر بیرته راځو. سلام مجدد، بازم خوش آمدین. در مورد پرونده‌ای که اخیراً بحثی که روزنامه انگلیسی در مورد خانواده رئیس جمهور کرزی مطرح کرده، یافته‌های شما چیست؟ همونطور که من قبلا اشاره کردم، کسایی که فامیل رئیس جمهور قبلی بودن و همچنان کسایی که دوستان و کسایی که با او ارتباط داشتن و این روزنامه انگلیسی هم فکر کنم به اصطلاح اسوسییتس و فامیلی ممبرز اشاره کرده، کسایی که بنای ارتباط دارن و اعضای فامیلشان قبلا در افغانستان با خود دولت افغانستان طرف بیشتر از قراردادها بودن و به دو دانیشان من قبلا اشاره کردم. دقیق سایی به هم اشاره کردن به ارتباطشان به خود قرارداد کابل بانک. کابل بانک میخوایم یک قسمت خوردش اشاره بکنم که کابل بانک یک بانک خصوصی بود، اما طرف قرارداد معاشات دولت بود. یعنی یک قرارداد میان از اینا بسته شده بود و شما با حداقل اصول تضاد منافع شما این کار را انجام داده نمیتونه و این چیزی بود که در حکومت قبلی متاسفانه بیشرمانه انجام شد و اینا یک سلسله اندوخته هایی داشتن و هنوز هم متاسفانه همی مالیات مردم افغانستان هست که از بابت کابل بانک حکومت افغانستان به افغانستان بانک میپردازه و در بودجه ملی امسال 1396 فکر کنم 151 میلیون هست. حال نتیجه بحران کابل بانک که پول مردم است، پول مردم دزدی شد از طرف علاقات مشخص و آفتابی، این علاقات در کابل هم است، در دبی هم است و بر نقطه های دیگر هم به سر میبره. نه حکومت افغانستان توان بازداشتش را نداره، نه کشورهای بیرونی توان بازداشتی افراد را داره. اینا قلدرای هستند که در حقیقت آفتابی میگرده و حکومت هیچ کار کرده نمیتونه. پس این تعهد کلان رئیس جمهور غنی بود که ما دزدان کابل بانک را دستگیر و در 45 روز گفت ما اینو مشخص میکنیم. نتیجه این کار چی شد؟ من به عنوان شهروند چطور اعتماد بکنم به تعهد حکومت؟ به نظر من آقای رئیس جمهور بابت کابل بانک خوب است از مردم معذرت بخواهند که یکی از بزرگترین ناکامی های رئیس جمهور قضیه کابل بانک هست و فکر کنم باعث کمی شخصیتشان هم نمیشه، باعث از این میشه که برای مردم افغانستان راست و پست کنده بگن که در این قضیه من ارادی سیاسی داشتم یا ارادی نیمبند سیاسی داشتم و این اراده را داشتم به خاطر اینکه میخواستم این مملکت ساخته بشه، اما در همین زمینه من نتونستم کار بکنم. اما یک چیز دیگر من میخوام اشاره بکنم، ما یک دولت ضعیف نداریم، اما اگر خواسته باشیم تصور بکنیم که یک دولت ضعیف داریم و نیروهای داخل دولت را منسجم نسازیم، واقعیت هم ما یک دولت ضعیف داریم. حجم کسایی که در دولت افغانستان وجود دارن، یعنی نیروهای نظامی و ملکی که در دولت وجود داره و منابع مالی که وجود داره و خواسته باشیم اینا رو شما علیه مفسدین استفاده بکنیم، به نظر من این خیلی ممکن هست و تجارب کشورهای دیگر هم که شما ببینیم این امکان داره که دولت از این قدرت علیه مفسدین استفاده بکنه. که نکرده تا بالا متاسفانه. مطلقاً فکر کنم نامنصفانه است بگین که مطلقاً این کار را انجام ندادن. اما کار کلان، کارهای کلان مثلا بحران کابل بانک در این زمینه چی استفاده کردن؟ موافق هستم با شما در این زمینه کوتاهی کردن. ممنون. آقای دقیق، اشاره شد آقای تیموری میگن که رئیس جمهور باید در بحران کابل بانک و در دزدی های کلانه که اشخاص آفتابی کرده و امروز در تحت سیطره این حکومت گشت و گذار میکنه تنها معذرت بخواه. وقتی شما به عنوان یک شهروند چند میلیون پولتان را در یک دزدی آفتابی از دستتان میره، تنها معذرت خواهی میتونه قناعت شما را فراهم بکنه؟ خب از دید ما کسی که مسئولیت کل کشور را داره و در زمان کارزارهای انتخاباتی خود به صراحت به حد چیخ زده که نزدیک بود گوشه مردم به کفه که من فساد را گم میکنم و اولین شروعشم از کابل بانک میکنم که به شکل در شکلیات البته امی کار رم کردن، در پرنسیب یک امضا کردن و خلاص دکر با سوینا تقریب نکردن، فرار از مسئولیت نمیشه که با مزرعت شود.
ای فرار از مسئولیت تلقی خواهد شد. من خیلی موافق نیستم با گفته جناب آقای تیموری در این بخش. جزء از مسئولیت های آقای اشرف غنی هست، حتی از مسئولیت های آقای حامد کرزی بود، چون که برادرش اونجا دخیل بود و در اون زمان مرحوم مارشال صاحب هم حیات بودن و برادرشان هم در اونجا دست داشتن در موضوع کابل بانک. خب اونا اگر نتونستن، حداقل اینا که اینقدر به قاطعیت میخواستن حمل بکنن، یعنی ما فکر میکنم که فرار از مسئولیت با یک معذرت و چیزی هم که تعهد کرده باشه و صلاحیت هم داری اصلا توجیه پذیر نخواد بود و نیست. ولی خیر، اگر موضوع کابل بانک هم نمیتونه که فعلا پیگیری بکنه، هرچند موضوع خورده نیست، موارد بسا کلان در حال حاضر در جریان هست که حداقل امیر خود حاکمیت خودش است. مثلا یک مثال پیشتر ما برتون دادم، از تدارکات. بله، از تدارکات برتون جدا مثال دادم، از گمرکات را جدا برتون مثال دادم، از فیس حق الخدمت مخابراتی ده فیصد را جدا برتون حساب دادم که تقریبا به اساس تخمین چیزی که اینا میگن بیشتر از 15.8 میلیارد افغانی گم هست. پول کمی نیست. در کجا گم؟ مسئولیت کدام وزارت بود مشخص؟ وزارت مالی و اداره اطراح. خب وزارت مالی چی میگه در این زمینه؟ شما در اونجا بودین، برداشت ما چیست؟ این پولا در کدام اینجا نمایندهش متاسفانه نیست که ما ازش مستقیما سوال بکنیم، این پولها در کجاها وزارت مالیه؟ یعنی مسئولیت کی میتونه باشه؟ مسئولیت شخص وزیر مالیه میتونه باشه. پس وقتی که قانون تسهیل کرده، وقتی که قانون از یک اداره نام میبره، بنان مسئولیت برمیگرده به فرد اول اداره. ولی اداره لوزارن مالی از معین اداره، از معین اداره در وزارت مخابرات نه، از وزیرش تحقیق میکنه، در وزارت مالیه میره از معینش تحقیق میکنه. وقتی که سوال میشه میگه ما کمیته تحقیق وزرا هستیم، پس با معین چی کار داری؟ برو از وزیر مالیه استیلام بکن. نمیتونه، زورش نمیکشه. یعنی اشرف غنی هم روش استاد است. لوی سارن ولی افغانستان از وزیر مالیه تحقیق کرده نمیتونه. بله، خب اگر میتونم دستش را رئیس جمهور بسته کرده و یک سلسله رفاقت هایی که داره لوی سارن ول با وزیر صاحب مالیه دیگه، او را با چطور بکنه؟ این حکومت خود مبنیش بر رفاقت بنده شده. پس انتظار ما از چنین وضعیته که حکومت رفاقت باشه، در حکومت تعهدات ما خیلی آتشین باشه در روز انتخابات و در بعد از روز انتخابات خلطه ها در پشت سر باشه و خیشاوندی و قرارداد و رفاقت کلش به اونجا بره. این ملت دردیده افغانستان که روز 100 شهید میده حداقل، در یک خانه 3 فرزند یا 3 تابوت داخل میشه، 3 فرزند خود از دست میده. پس اینا در پیشگاه خداوند و ملت افغانستان چی پاسخ گفتن؟ اگر اینا از خداوند میترسیدن این کارا رو نمیکردن. در زمان انتخابات گفتم هر قدر که به گفته شما بسیار شدید عمل کردن و داغ گفتن و داغ خوردن، اینا وقتی که آمدن و اصل گپ در کجاست؟ ممکن اگر یکی از بزرگوارا که رئیس جمهور و رئیس جمهور است، یک طرفشان برنده انتخابات ریاست جمهوری میشد و نظام یک نظام کاملا مغایر قانون اساسی ایجاد نمیشد، ممکن یک کم کار کرده میتونستن. تا جای زیاده که من میبینم اینها وقتی که دیدن که خب حکومت دو سره شد به خاطر از اینکه افراد بسیار نزدیک خود از دست ندن، هر کدامش دست انداخت زود مرافقای نزدیک خود دور خود آوردن و به خاطر انتخابات آینده که هر بزرگواری که مثلا آمادگی داره پول جمع میکنن و امی پول از امی طرق جمع میشه. جامعه جهانی بیشتر پول داد و ممکن بازم پول بده برای تدویر انتخابات، ولی اونا به سیستم پول میدن نه برای کاندید. ولی کاندید حداقل به خاطر مصارف خود خوب باید پول داشته باشه. وقتی که گمرکات نباشه باز از کجا میکنن این پول را؟ وقتی که پیسه مالی تلفن ما و خودت نباشه از کجا میکنن این پول را؟ وقتی که تدارکات نباشه از کجا میکنن این پول را؟ بالاخره این مردم بیچاره روزگار دارن، باز میخوان که بیان دیگه داره، ولی این پول نباشه یک بار خب پول مصرف شده دیگه، باز پول از کجا کنن بیچاره؟ بین انصافا باید ما چیز کنیم، قضاوت کنیم. قربان تشکر. شغل استانگزی غلا پدی حکومت کیم په لکه مرغوندی معلوم دست کوم کسان بوجه دکه ویدل ته اشاره وسدیر پس تنظیم تو گورته اشاره وک شغله دقیق د کومو تګلار نه استفاده سره افغان ولس کول شي دغه خاماران و نزان خلاص کی او د سی افغانستان ته ورو ورو لار شو چې پهغه کې حساب معلوم وي او غلا هم معلوم وي. اول خو ما تل ویلو ملیو هدف تاسو د حکومت تم نسی ور کولای دا گلگل ملی ده، نه حکومت خود اساسی قانون پر بنیاد باندی منسترازی دا خود، نه اساسی قانون پر بنیاد منسترازی، نه مصلحت ملی دا خود جانکیری ده
ایدیا و نتیجه و چې داسې حکومت باید په افغانستان کې جوړ شوی وای. نو دا ته اول خو موږ حکومت اوس هغه هم نشته، اوس بدبختانه هغه هم لاړی نشته. نو ولس ته دا په کار ده چې ولس باید راویښ شي، خپل د حقوق څخه حداقل دفاع وکړي. دا باید پوښتنه وشي د حکومت څخه چې هره ورځ زه ولې مرم، د جنګ علت په چیش کې، د فساد علت په چیش دی. او یوه ډېره دقیقه موضوع ته موږ باید پام وکړو، فساد او جګړه په افغانستان کې دا لازم ملزوم دی. په کومه ورځ چې تاسو فساد او بې عدالتۍ له منځه یوړل، دلته به جګړه پای ته رسیږي. خو تر کله چې په افغانستان کې فساد وي، دلته به جګړه وي، دلته به د افغانانو څخه قرباني اخیستل کیږي. نو مهمه دا ده چې افغانان خپل ملت راویښ شي، ملي اجماع راوغواړي. حداقل دغه وخت دی که چیرې په درو کلو کې موږ نظام ته په دې حکومت کې ډېر ضربه ورسېدل، یعنې هغه کارونه وسو چې بیا موږ په راتلونکي 10-15 کلونو کې که په اداري لحاظ وي، که په سیاسي لحاظ وي، که په خارجي سیاست کې وي، که په امنیتي سکتور کې وي، موږ ډېر ضربه ولیدل. نو دوه کاله نور پاته دي، ملي اجماع باید راوغوښتل سي. ځوانان او مشران او هغه نهادونه چې بېطرفه دي، هغوی د افغانستان پر راتلونکي پالیسي او ستراتیژي او تګلاره باندې دوی باید فکر وکړي. د امریکا سره موږ باید څه وکړو، له چین سره، پاکستان سره، له روس سره څه کوو، داخلي خاینان سره څه کوو، کوم ستونې پنج موږ جاسان ورته وي، له هغو سره باید څنګه وسو، څنګه موږ کولی چې امنیتي سکتور غیر سیاسي کړو، څنګه کولی شو څارنوالي او قضا موږ باید له فساد نه پاکو. دا ټول هغه کړنې دي، دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان لپاره ډېر حیاتي دي. او د دې لپاره سوچي ولس مبارزه ونه کړي، سوچي ولس راپورته نه سي، سوچي ولس غبرګون ونه شي، او د فیسبوک څخه راونه وځي په عمل د عمل په ډګر کې، زه فکر نه کوم چې تاسو تغییرات وینئ. بیا به دا ملت مجبوري چې هره ورځ سلسله نور شهیدان هم بدبختانه ورکوي. کار نه لري، روزګار نه لري، نظام دوی ته وظیفه نه ورکوي. د چې تختې د هیواد نه ځي بیرته یې غواړي. نو دا دوی څومره توان ولري چې دوی وځي باندې، او که وځي د کومه تګلارو په بنسټ؟ ګورئ، دغه څلوېښت کاله موږ تاسو بېروزګاره یو، موږ تاسو مرو، موږ په غربت کې یو، موږ ثبات نه لرو، موږ اقتصاد نه لرو. نو دا څلوېښت کاله چې موږ داسې د غفلت په خوب تېرږي، تاسو فکر وکړئ که دغه څلوېښت کاله موږ په مبارزه کې تېر کړي وای، زه یقینا سره ویلی سم چې تر دا به حالات ډېر شوی. موږ بدبختانه اوس هم بیده یو. ګورئ، زه تاسو ته وایم، د یو حزب لپاره یا د یو جنګسالار لپاره، یا که هغه د مرحوم ورځي، که هغه د شهادت ورځي، که د هر څه په لکونو خلک راوځي، اما ستاسو په قلوردو کې 600 سرتیري په یوه ورځ پر لمانځه باندې شهیدانېږي، تاسو 40 کسان په کابل کې نه ولیدل چې د دوی لپاره راوځي او د دوی څه پوښتنه کوي. او که چیرې بیا داسې د جنبش روشنایي په شان کسان راوځي، بیا حکومت یې امنیت نه سینی ولی، بیا په هغو په منځ کې چاودنه کېږي، د خلکو د مبارزې روحیه ضعیفه کېږي. ګوري، هم حکومت ته په کار ده، هم ولس ته په کار ده، مشخصا امنیتي سکتور او ملي امنیت ته، چې دوی باید سیاسي کړنې پرېږدي. دوی باید د افغانستان راتلونکي، د افغانستان سیاسي ثبات، اقتصادي ثبات او امنیتي ثبات لپاره فکر وکړي، او کوم تعهد چې له ملت سره لري هغه تعهد باید دوی ځای پر ځای کړي. تشکر آقای تیموری. تعهد شفافیت همیشه به شکل آتشینش از طرف حکومتدارا مطرح میشه. تعهد جامعه جهانی هم در قبال افغانستان در امر حکومتداری خوب یکی از بحث‌هایی است که مبتنی بر او و دو سه بحث دیگه جامعه جهانی به افغانستان آمده. چطور میشه ما اصل شفافیت را از تعهد به عمل بریم و بر مبنای او ما گام‌های بعدی و یا خشت‌های بعدی را بگذاریم؟ ما وقتی که دولت افغانستان را به طرفش نگاه بکنیم، حدود 60 نهاد بزرگ هست در این چی. به اصطلاح اداریش 60، حدود 55 تا 60 واحد بودجه‌ای هست که اداراتی که ما و شما در ولایات هم دارین، همه ادارات اونا را کنترل و مدیریت میکنن. دیدبان شفافیت افغانستان در سال 2015 یک تحقیق را انجام دادن روی سیستم شفافیت ملی افغانستان. ما میخواستیم بررسی بکنیم که نهادهای ضعیف ما، نهادهای قوی ما، نهادهای کمتر ضعیف و کمتر قوی کدام ها هستند. وقتی که این تحقیق انجام شد، شما چند نهاد افغانستان ضعیفترین نهادهای افغانستان برآمدند. نهادهای مبارزه علیه فساد اداری، مشخصا خود اداره عالی نظارت ضعیفترین نهاد همین نهاد بود. به تعقیبش لوی سارانوالی افغانستان بود. بعدن کمیسیون انتخابات بود. این ضعیفترین نهادهای دولت افغانستان بود، به اصطلاح واحدهای بودجه‌ای دولت افغانستان بود. اما آنچه که ما نیاز داریم و آنچه که یک دولت سرپا نگاه می‌داره، همه 60 نهاد نیست. حتی نصف از این نهادها هم نیست. یک 4-5 نهاد است در میان از اینا که اینا میتونن یک دولت سرپا نگه دارن و از زدوبند سیاسی او را جلوگیری بکنن. پنج نهاد است در دولت افغانستان. بفرمایید نام ببرید. نهاد اول کمیسیون انتخابات ماست. اگر این کمیسیون جور نشوه،
ساختار سیاسی ما همون رقمی که آقای استانگزی اشاره کردن، شما ساختار سیاسی که منظورم اینه که سیاسیونه که میاین رهبری میکنن هیچ توقعی نداشته باشین که اینا آدمای خوب باشن و فعلا همین شکل هم هست. نهاد بعدی وزارت داخلی افغانستان است که رئیس جمهور من فکر کنم همون لحظه باید برشان یک حس خوب دست نمیداد، که اتفاقا ما همونجا حضور داشتیم برشان حس خوب درس داد، گفتن که وزارت داخله قلب فساد است در افغانستان. اما این وزارت داخله 2.5 سال هست شما ای را مدیریت میکنی، چرا هنوز این قلب فساد است؟ ای را باید شما در رأس قلب فساد هستین در واقع. کاملا کاملا بله. کاملا. نهاد دوم ما وزارت داخله افغانستان است که مسئولیت کشف جرم داره، بعدیش اداره لویسارانوالی هست. نهاد بعدی که میتونه تاثیراتش روی همه نهادها باشه اداره عالی تفتیش افغانستان است که هیچ گمان نامش نمیشنه و ما مطمئن هستم اما تشکیلات داره. بله آقای دقیق اهمیتش میفهمن چون اون مسئولیت کنترل مالی کل کشور داره. اداره بعدی کمیسیون خدمات ملکی افغانستان است که اتفاقا در همین کنفرانس اتحادیه اروپا رئیس کمیسیون خدمات ملکی آقای نادری اینا هم به نحو با افتخار گفتن که ما هنوز نمیفهمیم در خدمات ملکی افغانستان 3 لک نفر وجود داره یا 4 لک نفر وجود داره. هنوز میخواستم من خودم من حیث یک شهروند از اونا بپرسم که شما هم جز رهبری همین حکومت بودین و در 2.5 سال گذشته حکومت رهبری میکردین، چرا هنوز در این کمیسیون کار نشده؟ این 5 نهاد است که اینا این نهادها توان عزیز دارن که سیاسیون ما را کنترل بکنن، مافیا را کنترل بکنن و توجه اساسی ما روی این نهادها باشه و متاسفانه هم حکومت وحدت ملی هم حکومت قبلی این نهادها را من فکر کنم به اندازه کافی اینا زیرک هستن و این نهادها را فوق العاده ضعیف و فوق العاده فاسد نگه داشتن. من میخوام به یک مثال کوچک اشاره کنم. پارلمان هم میتونه باشه. بله پارلمان منسی یک پارلمان به نظر من یکی از صلاحیتاش نظارت بر چگونگی عمل کرده است و این حکومت است که شرارت را بار میاره. کاملا به نظر من حتی پارلمان ما خود ما منسی یک نهاد مدنی با پارلمان افغانستان کار میکنه و به این نتیجه رسیدین به خاطر اینکه پارلمان شما جور بکنین نیاز دارن کمیسیون انتخابات جور کنه، چون هر 5 سال ترکیبی پارلمان تغییر میکنه. من میخوام به یک مثال کوچک اشاره بکنم در مورد اهمیت این بفرمایید. بله کوریای جنوبی لویسارانوالیش حدود 2 ماه پیش رئیس جمهورش برطرف کرد و این رئیس جمهور دقیقا همه اتهاماتی که امروز مطرح شد و من خیلی مهم است امکارات اطراف از این بحث چشتن و اتهامات بر ریاست جمهوری مطرح کردن. ریاست جمهوری کمترین اهمیت بر شهروندای افغانستان قائل نیست. بیاین با ما بشینن، با هر شهروند اهمیت داره حرفشان، بشینن بگن که تو شما چه فکر میکنی و اینا رو بررسی بکنن. و شما وقتی که یک دولت بی پاسخ داشته باشین، یک دولتی که سرفکنده باشه، یک دولت بی تفاوت باشه، به حالت میرسین که اعتماد مردم فوق العاده پایین. تشکر آقای دقیق. بحث منطقی سازی ماشین حکومت یکی از اصلای حکومتداری خوب است، در اینجا متاسفانه مطرح نیست و ما در یک نابینایی سازمانی به سر میبریم. این سازمان هایی را که اشاره کردن واقعا که نهادهای خیلی دقیق است، میتونن در اون پلتفرم مطرح باشه، اما در افغانستان این فرد است که ساختار را کش میکنه. ساختار فرد را در واقع به طرف عملی شدن نمیبره. با این وضعیت چی باید کرد؟ وضعیت عملی ما چنین است. خب واضح هند ببینین از کمیسیون انتخابات نام بردن در تاکن خپلواک کمیسیون که چیر ده گماره نیه به سیاسی شکل بانده نوی زیاد کاندیدان نام و شرایط اقا کم مقتضیات چدوی لرن در تاکن خپلواک کمیسیون و در تاکن در شکایت و کمیسیون ته زیاد نماندان نام و اقا کم مقتضیات چدوی دلوده دقا نما اتا دیر پورا کردی ون ولی زیاد غیر سیاسی سرم حمایت من دلوده زیاد اتا شارت لست نشوله نام گوری تاکون خپلواک کمیسیون که غیر سیاسی سړی ناست وي بیا تینه تمه کولی شو چې صحیح دی. وزارت داخله کې که یو باسواده سړی ناست وي تینه تمه کولی شو چې صحیح دی. په اداره مبارزه علی فساد اداری د کې که یو سړی ناست وي چې حداقل هغه دومره خوراکی زوړ شوی دی دغه چې خبرې کوي دغه یو ای نه شروع کړي نو بیا نور نشین ختمولی دغه روز وروره خدمات ملکی د خدمات ملکی پیږي په څلور اداراتو باندې مال چک کړل. اوله که ډاکټر عبدالله راغی ودرېده وایي به دا نو په دې مانا چې موږ د اصلاحاتو په بېخ کې لغته وهو نن دې یاد دغه خبره په بله ورځې خپله ویې وړو هلته یې معرفي کړو وروره دغه ټول سیاسي ملحوظات دي دلته دغه شی هیڅ امکان نه لري ساختار کې مشکل نه دی دلته په ګمارونو کې مشکل دی
مشکل په ګمارونو کې دی. ګمارنې د ظرفیت، تجربه، تحصیل او په اصل بیطرفۍ او په لیاقت سره په نظر کې نه نیول کیږي. دا ټول هغه نیپوتیزم هم دی او یو سلسله رفاقتونه دي چې هغه رفاقتونه دوی غواړي یو ایګالي سره، ځکه چې دغه دوره ده او بله دوره کې دوی ته هیڅوک هم رایه نه ورکوي، ځکه دواړه په یو دوره کې دا ډېر ښه دی چې دواړه یوځای وازمویل شول، نو ځکه دا دواړه ختم دي، څوک ورته رایه هم نه ورکوي. شغلستان په جنبندي کې د دغه بحران څخه څنګه موږ کولی شو د فساد نه، دا لوی سوال دی او وخت کم دی، اما په لنډو ټکو کې اشاره وکړئ چې عملي لارې کوم لارې دي چې دغه وضعیت نه دغه افتضاح او فاجعه نه ووځو. ګورې په افغانستان کې قوانین او نهادونه د ټول مسایل لپاره ډېر مشخص دی، خو تاسو نه پرېښول کېږي چې دې قوانین او نهادونه خپل اجراات وکړي. هغه ځکه چې حکومت خپله په فساد کې، ما تاسو ویل کله چې یو حکومت مطلقه نه سل فیصده په فساد کې ډوبي، کله چې رئیس جمهور د رئیس اجرایه پر ضد باندې سرګردونې کې چې په فساد کې ډوبي، بیا ډاکټر صاحب عبدالله راوځي د رئیس جمهور پر ضد باندې سرګردونې کې زری از کوبوتي چې بسیار خیانت شده، یې بسیار فساد شده، بیا خپله رئیس جمهور راوځي چې په وزارت داخله کې فساد ده، په وزارت خارجه کې قومي سلسله باندې ګمارنې کې جګه خپل فساد ده. نو دوی خپله چې اقرار کوي، دا په دې معنی چې له دې حکومت څخه تمه کول چې دوی د فساد پر ضد باندې مبارزه کوي خواب است، خیال است، جنون است، محال است. دا خبره ده څنګه وخوي دوا کاله صفاتي دا ځای کېږي، دا فرصتونه باید موږ د لاس نه لاړ شي. دا فرصتونه د لاس نه دي، دا فرصتونه دوی زموږ د لاس باسي، دا دوی له منځه وړي، ځکه دوی په فساد کې ډوب دي او خپل د دې لپاره چې آینده انتخابات لپاره یو میلیارد ډالر دوی لا ټول کړي، نو دغه لپاره باید فساد نور هم دوام وکړي او پیاوړي شي. په دوه کالو کې دوی د پارلماني انتخابات او ریاست جمهوري انتخابات لپاره کافي اندازه پیسې ولري چې بیا خلک په پیسو را نیسي او بیا په قدرت باندې راست. تشکر. آقایان ادریس تانکزی، سید احمد دقیق و ناصر تیموری مهمانان تحول امشب، تشکر از حضور و نظریاتتان. سلام. در پایان از شما نیز ممنون که تا این دم با ما بودین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.